دوستان عزیز، صبح شما به خیر. سلام عرض میکنم خدمتتون. امروز میخوام براتون در مورد رضایت از زندگی صحبت کنم، به این امید که وقتی از اینجا میریم بیرون خودمون رو لااقل با این فکر مشغول بکنیم که آیا من زندگیم راضی هستم یا نه، و اگر راضی نیستم چرا راضی نیستم. توی گروه هایی که من کار میکنم باشون همیشه یه سوال مطرح میکنم و اون که آیا زندگی میخواین از زندگیتون راضی باشین؟ تقریبا همه برافروخته به جواب میدن خب معلومه. وقتی ولی باشون صحبت میکنید در طول کار درمانی اینا، آدم متوجه بشه که الزاماً اینجوری نیست. یعنی الزاماً اینجوری نیست که همه بخوان از زندگیشون راضی باشن، برای که گاهی راضی نبودن یک منافعی برای آدم داره. حالا این منافع من شاید لغت دیگه پیدا نمی‌کنم برای شما به تو بگم، و اگر دلتون خواست می‌تونید توی پرسش و پاسخ بیشتر در مورد صحبت بکنید چون فرصتش نیست. همه ما دنبال خوشبختی می‌گردیم. تمام فلاسفه، دانشمندان، هنرمندان، نویسنده‌ها در طی قرن‌ها خواستن به این سوال جواب بدن که خوشبختی چیه و چجوری میشه با خوشبختی دست پیدا کرد. ولی من امروز میخوام به شما بگم که دنبال خوشبختی نگردین، نه برای اینکه دست یافتنی نیست، بلکه برای اینکه گذراست، بلکه برای اینکه چیزی وجود داره به اسم رضایت از زندگی که اونه که اهمیت داره و دوام داره و همیشگیه. برای اینکه بتونم این موضوع برای شما باید صحبت بکنم، اول باید بهتون بگم که تفاوت رضایت از زندگی با خوشبختی در چیه. من برای شروع صحبتم فکر کردم که یه جمله از مارکوس اورلیوس که یک فیلسوف رومی بوده خیلی به دلم نشست و فکر کردم که برای شروع کارم خوبه. میگه که با گذشت زمان روان رنگ اندیشه رو میگیره. برای من معنیش اینه که اگر بتونه آدم تغییراتی در نوع نگرشش انجام بده، پس میتونه یک تغییراتی در روان خودش به وجود بیاره. اول باید براتون شادی رو تعریف کنم که بگم که فرق شادی و خوشبختی و رضایت از زندگی چیه. شادی یک احساس قوی است که در نتیجه یک شرایط مطلوب ناگهانی ایجاد می شود. این احساس یک خوشی گذراست و محدود به یک دیدار یا یک رویداد خاص یا یک شرایط خاص است، مثل یک دیدار دلپذیر، دیدن یک منظره زیبا یا خوردن یک غذای لذیذ. احساس مقابلش ناخوشایندی و غم است. اینکه امروز صبح مثلا فرسیانی من در کنار دوستانم یه قهوه خوب خوردم، یه سکونه خوب خوردم، یک احساس شادی رو من داده. ولی این احساس شادی یک احساسی نیست که من رو در تمام روز دنبال بکنه یا فرسیانی فردا هم همراه من باشه. بعد خوشبختیه. خوشبختی یه احساسی که اغلب آدم ها با رضایت از زندگی اشتباهش میگیرن. یعنی خیلی وقتا وقتی خوشبختی رو تعریف میکنن، آدم در عمل میبینه که تعریف خوشبختی همون تعریفی که به واقع از رضایت از زندگی وجود داره. فرق بزرگش با رضایت از زندگی اینه که یک حالت موقت هست، یعنی یک احساس جدیتر و پایدارتر از شادی، طولانیتر از شادی است و کوتاه‌تر از رضایت از زندگی. خوشبختی میتواند مجموعی از لحظات شاد باشه. این که من یک قهوه خوردم، دوستان ما دیدم، فرسودین آمدم اینجا شما رو دارم میبینم، فرصتی دارم که با دون حرف بزنم، یک مجموعه لحظات شاد رو میتونیم بهش بگیم که یک خوشبختیه. احساس خوشبختی میتونه تو شرایط مختلف تغییر بکنه. این که فرض کنیم که من از دیدن دوستم خوشحال میشم، ولی این دوست من چیزی برای من تعریف میکنه که اون موضوعی که برام تعریف میکنه غمگینم میکنه. یعنی اون احساس شادی اولیه میتونه به سرعت تغییر بکنه، به چیز دیگه تبدیل بشه. و فرق این نکته تاکید میکنم روش، نمیتونه به حالت اولیه دوباره برگرده الزاماً. این فرق بزرگی که میتونه با رضایت از زندگی داشته باشه. بعد اینکه احساس خوشبختی یک احساس گذراست، ناپایداره و برای همین تو
توی جوامع مختلف و به خصوص جوامع مدرن ببینیم خودش تبدیل یک استرس شده، یک فشار شده، برای که آدم ها به طور دائم دنبال این میگردن که چیکار بکنن که خوشبخت بشن، چیکار کنن که موفقیت پیدا کنن، در نتیجه این موفقیت احساس و خوشبختی بکنن. یه آزمایشی کردن از آدم هایی که برنده لوتو شدن. خب اینا اولش خیلی احساس و خوشبختی بزرگی کردن، خیلی کاری عجیب و غریب که دلشون میخواسته تو زندگی انجام دادن، ولی بعد از 6 ماه که رفتن با اینا صحبت کردن دیدن که این احساس خوشبختی دیگه در اونا وجود نداره. یعنی این که الزاما دستیابی به وضعیت مالی خیلی بالا و بیدتر شغلی خیلی بالا در زندگی نمیتونه احساس خوشبختی دائم رو در آدم ها ایجاد بکنه. چرا گفتم خوشبختی ناپایداره؟ برای که خوشبختی در اثر یک فعل و انفعالاتی در مغز ما برای ما به وجود میاد. یعنی اینکه وقتی ما قراره یک اتفاقی برای ما میفته که ما پیش از اون منتظرش نبودیم، ما منتظر این نبودیم که فرض کنیم بریم سر کار و رئیسی ما بهمون اضافه حقوق بده یا یک ارتقای شغلی پیدا کنیم یا یک عزیزی به دیدار ما بیاد. به محض اینکه این اتفاق میفته فعل و انفعالاتی در مغز به وجود میاد. یعنی مغز یک هورمونی ترشح میکنه، دوپامین، هورمونی که بهش هورمون شادی میگن. از اون لحظه به بعد حالتی که در بدن ما به وجود میاد یک حالتی که ما احساس تمرکز بیشتری داریم، احساس شادی بیشتری در ما به وجود میاد و این مجموعه حالی رو در ما ایجاد کنه که ما بهش میگیم که احساس خوشبختی میکنه. ولی این احساس مغز ما برای این ساخته نشده که به طور دائم خوشحال باشه و به طور دائم این هورمون دوپامین در مغز ما ترشح بشه. بعد از یک مدتی این در واقع کم میشه و میتونه از بین بره. یا آزمایشی کردن روی موش‌ها و دیدن که موش‌ها وقتی که بتونن یک مرکزی رو، یک جایی رو تحریک بکنن و در اثر اون تحریک این هورمون شادی در مغزشون ترشح بشه، اینقدر احساس خوشی پیدا میکنن اینها خورد و خوراک رو فراموش میکنن، تشنگی، گرسنگی و به طور دائم میرن دنبال این که اون مرکز رو تحریک میکنن برای که این حال خوش درشون به وجود بیاد. یعنی اینکه این حال خوش یه چیزی نیست که دائم باشه و اینا بعد از اون بتونن ادامه بدن. ولی احساس رضایت از زندگی احساس دائمی. من امروز اومدم در واقع تبلیغ بکنم برای شما برای احساس رضایت از زندگی. برای که در احساس رضایت از زندگی شما هم خوشبختی رو بهتر لمس میکنیم، بهتر احساسش میکنیم، بیشتر قدرش رو میدونیم و هم تا قدر لحظات شاد رو بیشتر میدونیم. سازمان بهداشت جهانی اومده رضایت از زندگی رو اینطوری تعریف کرده. گفته درک و آگاهی افراد از موقعیت خود در زندگی در متن فرهنگ و نظام ارزش‌ها در محل زندگیشان در ارتباط با اهداف، انتظارات، استانداردها و مسائل مربوط به فرد. رضایت از زندگی همچنین با عوامل با سلامت جسمانی، وضعیت روانی، روابط اجتماعی، باورها و ارزش‌ها در ارتباط است. من اینا رو دونه دونه سعی می‌کنم توضیح بیشتر بدم. یه موضوع دیگه که به نظر من در رضایت زندگی باید حتما بیشتر نظر بده وضعیت دوران کودکی ماست. ما نمیتونیم بگیم که من این وقت یه مقدار این ادامه پیدا میکنه صحبت هایی که ما دیروز از اینجا با هم دیگه داشتیم. یعنی دوران گذشتگی، دوران کودکی متفاوت طبعا درک ما رو از زندگی متفاوت میکنه و در نتیجه نوع برخورد ما به زندگی و رضایت ما رو از زندگی کم یا زیاد میکنه. عوامل ژنتیک مهمه. ما دیروز اینجا در مورد صحبت کردیم که چه نقشی میتونن عوامل ژنتیکی داشته باشن در اینکه ما احساس خوشبختی، رضایت یا برخورد ما با زندگی چجوری باشه. عوامل اجتماعی و محیط زیستی ما نمیتونیم به هیچ عنوان چشم ببندیم روی اینکه ما میتونیم به طور فردی یک احساسی رو داشته باشیم بدون اینکه عوامل فرهنگی رو در نظر بگیریم، بدون اینکه عوامل سیاسی رو در نظر بگیریم، بدون اینکه به خصوص عوامل اقلیمی رو در نظر بگیریم. یعنی یه آدمی که در آفریقا نون نداره بخوره و در
از بیابی رن مثلا از بین میره ما به هیچ وجه نمیتونیم در بررسی شرایط رضایت از زندگیش مقایسهش بکنیم با یه نفری که در آلمان زندگی میکنه. ضمن اینکه آدمی که در آلمان زندگی میکنه در شرایط بدید آمارا نشون میده که معناش نیست این آدم به خاطر اینکه تمام شاخصهای رفاه از زندگی رو داره حالا باید احساس رضایت از زندگی بالا باشه. در کشور آلمان که من ازش میام معروف به این که آدم های آلمانی ها آدم های قرقوری هستن. ما زیاد قرق میزنیم و هوا قرق میزنیم میبینم بنابراین کلمات آلمانی که وضعیت ناراضی بودن رو نشوندن کم نیستن به این زبون. بنابراین یعنی آلمان یک کشوری که ما باید فکر کنیم که از نظر شاخص های اقتصادی نمیدونم به طور نسبی بزنیم مسئله محیط زیست اینا کشور خوبیه ولی همه اینا معناش این نیست که آدم ها توش خیلی راضی هستن. سن آدم ها بود. سن آدم ها نقش بازی میکنه در نقش بازی میکنه در رضایت از زندگی. میپردازم بشبتر رضایت از زندگی یک احساس پایدار خوب است که کمتر به شرایط ناپایدار بیرونی وابسته است و بیشتر حس درونی است. ما برای که احساس خوشبختی بکنیم یا احساس شادی بکنیم باید یک اتفاقی بیفته که ما بر اثر این اتفاق بگیم که حالمون خوبه، احساس شادی داریم، احساس خوشبختی میکنیم. در رضایت از زندگی اینطوری نیست. ما وابسته به شرایط بیرون هستیم، تحت تاثیر شرایط بیرونی قرار میگیریم. ولی حالا بهتون میگم که چجوری ما این رو مدیریت میکنیم که نتونه تاثیر خیلی مخربی روی ما داشته باشه. خب یه روانشناس آلمانی گفته که میزان رضایت افراد از زندگی به میزان برآورده شدن توقعات و کیفیت و سطح توقعات و بستگی دارد. این که ما توقعاتمون تو زندگی چیه و چقدر این توقعات برآورده شدنیه خیلی مهمه. من یک خواهشی از شما دارم که این سوء تفاهم امروز جایی نشه در صحبت‌های من وقتی میگم که ما باید در واقع با داده هامون که ما باید توقعات از زندگیمون رو کم بکنیم. من اصلا منظورم این نیست. من منظورم اینه که اینکه ما میخواییم فرض کنیم که حتما آدم های پولداری بشیم، اینکه ما حتما میخواییم آدم های یک موقعیت اجتماعی دست پیدا کنیم، اینکه آدم تلاش بکنه برای اینکه به این چیزا برسه خوبه، ولی اینکه هدف زندگی مونشه و تمام چیز لحظات زندگی رو فدای رسیدن به اون هدف بکنه این اشکال برانگیزه. یعنی که وقتی اینجا گفته میشه که توقعات و کیفیت در واقع در یک تعادلی باید با هم دیگه قرار بگیرن. وقتی که شکاف بین امکانات و توقعات خیلی زیاد میشه از اونجاست که مشکل از دیگه ما بروشون تلاش و کنجکاوی. این مهمترین نکته ای که من میخوام امروز بهش توجه بکنم، یعنی اینکه من وقتی میگم که ما نباید در واقع در از اون چیزی که داریم دست توقع زیادی داشته باشیم، معناش به هیچ وجه این نیست که از تلاش ما برای بهتر زندگی کردن و بیشتر از اون از حس کنجکاوی ما در زندگی کم میکنه. حس کنجکاو بودن در زندگی یکی از شاخصهایی که رضایت از زندگی رو بسیار بالا میبره. یعنی آدمهایی که از زندگیشون راضی هستن، آدمهایی که کنجکاو هستن و به دنبال چیزهای تازه میرن، به دنبال کشف تازه ها در زندگی میرن، همواره آدمهایی بودن که از زندگیشون لذت بیشتری بودن. طبعاً برای خیلی وقتا برای رسیدن به این کنجکاوی ها، برای کشف تازه ها، آدم باید خیلی چیزها رو ریسک بکنه، باید از خیلی شادی های زودگذر زندگیش بگذره. مزارک رسیدن به اون انتها، یعنی داشتن این چیزها، دا آگاه بودن، با آدم یک اعتماد به نفسی میده که شما اون وقت اعتماد به نفس رو
تازه نیستیم با هیچی عوض بکن. روان رضایت از این دیگه اصلا یه حالت دیگه نواخ نیست. هیچ کس نمیتونه بگه در زندگی، نه حتی اونایی که ادعا میکنن از زندگیشون راضی هستن، هیچ وقت نمیتونن بگن که من همیشه در زندگی راضی هستم. زندگی به طور دائم در تغییره. ما به طور دائم در شدن با آدمای دیگه، با شرایط دیگه در تبادل هستیم و طبیعیه که هر تغییر بیرونی هم روی ما تأثیر میذاره و میتونه وضعیت و حال رضایت از زندگی ما رو دچار تغییر و تحول بکنه. ولی آدمی که از زندگیش راضیه، با توجه به دانشش، تجربه‌هاش و داده‌هاش، میدونه با اون شرایطی که نامطلوب براش پیش آمده چجوری برخورد بکنه. آدمی که از زندگیش راضیه دچار غم میشه، دچار اندوه میشه، از دست میده آدماشو، همه این اتفاقات تو زندگیش میفته و طبعا زمان خودش رو هم میخواد برای اینکه بتونه این درد و غمش رو فراموش بکنه، ولی میدونه که با درد و غمش رو چجوری مدیریت بکنه. یعنی آدم راضی از زندگیش به چیزی مجهزه، به گنجینه‌ای مجهزه که اون گنجینه توانایی او رو برای برخورد با مشکلات زندگیش بالا می‌بره. سلامت و طول عمر. تحقیق کردن در مورد رضایت از زندگی، به خصوص تازگی‌ها که تفاوت اون رو با خوشبختی خیلی دارن روش کار می‌کنن، خیلی هم راجع به رضایت از زندگی تحقیق کردن و تحقیقات نشون داده که آدمایی که از زندگیشون راضی هستن از وضعیت سلامتی بهتری برخوردار هستن. و یه تحقیقی که 2 سال پیش تو آمریکا انجام شده گفته که این افراد به طور نسبی 7 سال بیشتر از آدمای عادی عمر میکنن. و یه تحقیقات دانشگاه هاروارد گفته که آدمایی که راضی از زندگیشون هستن کمتر دچار سکته قلبی میشن. چرا اینجوری میشه؟ اینها که به حال فیزیک آدما که فرق نمیکنه، آدم راضی از زندگیش به سلامتیش توجه میکنه. از اونجا که زندگی براش مهمه و قدر زندگیشو میدونه، میدونه که با بدن خودش چجوری تاب کنه، میدونه با روان خودش چجوری برخورد بکنه. این جهت از نظر سلامتی واسه بهتری داره. این عکس رو گذاشتم برکنید که این خود روشنه. من فکر کنم که این عکس خوب دیده نمیشه. برای من یک آدم مسنه که تمام قیافش نشون میده که چقدر از زندگیش راضیه. حالا میخوام براتون بگم که رضایت از زندگی دو سنهای مختلف فرق میکنه. تحقیقات نشون داده که آدم ها در اوایل 20 سالگیشون به دلیل اینکه به حال یک فهمی رسیدن، یک آگاهی رسیدن، توانایی جسمی پیدا کردن، یک مقدار روابط اجتماعی پیدا کردن، تو این سن بالاترین میزان رضایت از زندگی رو دارن. توی نیمه های 40 سالگی معمولا اینطوریه که آدم ها یک شغلی پیدا کردن، تحصیلاتشون رو تموم کردن، خانواده‌ای تشکیل دادن، یک سری روابط اجتماعی دارن، یک وضعیت باثباتی نسبتا پیدا کردن. اما میزان رضایت از زندگیشون تو این سنها از همیشه پایین تره. برای اینکه یک نگرانی و ترس از آینده دارن، برای اینکه مسئولیت پیدا کردن، چیزی که در 20 سالگی نداشتن، مسئولیت کاری، زندگی و خانواده. این رضایت از زندگی ولی تموم نمیشه، دوباره خوشبختانه برمیگرده. تحقیقات نشون داده که آدما در حدودای بازنشستگی و 60 سالگی همون خوشحال باشیم دوباره احساس رضایت از زندگی، اگر که از نظر اقتصادی تامین باشن، دوباره احساس رضایت از زندگی بهشون برمیگرده و به حدی میرسه که در 20 سالگی بوده. چرا؟ برای اینکه توقعات در این سنین متفاوته. یعنی آدم ها دیگه کارهای عجیب و غریبی نمیخوان در زندگیشون بکنن. اون حالت رقابت و تلاش و برای رسیدن به خیلی جاهای بزرگ رو دیگه ندارن، بلکه در این سنین میتونن کارهایی رو انجام بدن که دلشون میخواسته. یعنی میتونن یه جور دوباره به خودشون برگردن.
گفتم که یکی از عواملی که تاثیر داره در مسائل رضایت از زندگی عوامل ژنتیک. روی تاثیر عوامل ژنتیک در رضایت از زندگی هم تحقیقات شده. سال قبل میگفتن که تا چند سال پیش که 50% عوامل و 50% رضایت از زندگی برمیگرده به عوامل ژنتیکی. یعنی که یا آدمایی در کدوم کجا دنیا آمدن و از ژنتیکیشون چطوری بوده و بعد میگفتم که 10% درش عوامل محیطه، شما در کدوم کشور زندگی میکنید، در کدوم محیط زندگی میکنید. بعد 40% میگفتن که 40% اونجا میشه یه کاری کرد. یعنی 40% اگه ما از زندگی ما راضی نیستیم فقط میتونیم یه تغییراتی در زندگی ما ایجاد بکنیم. ولی یک تحقیق تازه‌ای که تازه ترین تحقیقی که توی آلمان کردن در این مورد، یه خانم الیزابت هان هست توی زاربروکن در دانشگاه تحقیق کرده و به این نتیجه رسیده که 30-37% از مثال رضایت از زندگی ژنتیکیه و برای اینکه این تحقیق رو انجام بده رفته 20 سال تحقیقات مرکز پژوهشی اقتصاد آلمان رو در مورد رضایت زندگی بررسی کرده. این مرکز کارش اینه که هر سال نگاه میکنه توی آلمان ببینه که آلمانیا با توجه به تغییرات اقتصادی، وضعیت اقتصادی، میزان رضایت از زندگیشون بالا رفته، پایین اومده یا چه درصدی هست. از نتایج این مرکز استفاده کرده و در این حال 1037 نفر بین سنین 17-70 سالگی رو هم مورد پرسش قرار داده و به این نتیجه رسیده. ولی اینکه عامل ژنتیک در واقع اینقدر درصدش بالاست، نباید این نگرانی رو در ما ایجاد بکنه که خب اینجا خیلی نمیشه کاری کرد. یعنی من اگر از نظر ژنتیکی آدمی هستم که از زندگیم ناراضیم، خب دیگه این دیگه 40-50% که دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. نه، این آدم ها در واقع تلاش بیشتری باید بکنن برای که میزان رضایت از زندگی در اونها بالا بره. عوامل فرهنگی، عوامل فرهنگی توی در تحقیقاتی که توی آلمان من نگاه کردم خیلی بهش پررنگ نبود، ولی من فکر میکنم که توی برای ما، برای ما ایرانی ها میتونه نقش، یا من فرهنگای دیگه میخوام منصب ایرانی ها شروع کنم، عامل فرهنگی نقش خیلی زیادی داره. یعنی ما که از یک فرهنگی میاد که اگه خندیدیم توش بعد بوده، اگه خندیدیم توش منتظر بودیم بعدش گریه بکنیم، اگه خندیدیم سهم بودیم کار بدی بوده، یا اینکه غم و غصه در واقع یک ارزش حساب می آمده، ما نمیتونیم خودمون رو مقایسه بکنیم با یه فرانسوی که چه میدونم دوستان فرانسوی رو زندگی میکنن بهتر میدونم، که به کل یه جور دیگه است نگاه به زندگی. خب عوامل اجتماعی، عوامل اجتماعی من عامل سیاسی هم میارم توش. توی شهر شما روتردام یه آرشیو بزرگ بانک خوشبختی وجود داره و به طور مرتب اینجا دارن تحقیق کنن در مورد که خوشبختی چیه. این شما ها باید یزن خوشبخت‌تر بشید. بعد اومدن گفتن از بین 98 کشوری که بررسیش کردن دیدن که کشور دانمارک میزان رضایت از زندگی از همه جا بالاتر بوده، که اونم به دلیل در واقع طولانی بودن بیوروکراسی و وضعیت اقتصادی و رابطه زن و مرد و این صحبت. عوامل اجتماعی هم باید تونتون بگم. عوامل اجتماعی، روابط خانوادگی، دوستی ها، اینها خیلی خیلی یعنی توی رضایت از زندگی یکی از نکات اصلی که باید توجه کرد بهش روابط اجتماعی و روابط خانوادگی نقش خیلی بالایی داره. رابطه اصولا حتی اگه با حیوان باشه، با سگا باشه، اینها در میزان رضایت آدم از زندگی خیلی میره بالا. اینو گفتم. حالا لابد همه تو میپرسید که رضایت از زندگی میشه یاد گرفت یا نه؟ نه، من اصلا نمیخوام نسخه بدم چجوری آدم میتونه راضی بشه، من بلد نیستم. ولی خب شما خیلی بلد نیستم که فکر میکنم که به اندازه کافی هر کدوم شما برید توی اینترنت نگاه بکنید
50 تا نسخه برای تو میگه که چیکار کنی که زندگیتون راضی باشی. ولی من شخصا فکر میکنم که هر کسی باید به خودش نگاه بکنه و خودش رو زیر پرسش ببره و با توجه به نیازها و خواستهای خودش یک راه حلی پیدا بکنه و بیشتر از هر چیزی احساس مسئولیت بکنه در مورد خودش. یکی از خب من گفتم که ولی چیزایی که مهم آدم در حساب رضایت زندگی بهش توجه بکنه این که آگاهانه برخورد بکنه با خودش، با محیط زندگیش. باید نکات تاریک زندگیمون، مشکلات خودمون و مشکلات روانی خودمون رو بشناسیم، برای اونا راه حل پیدا بکنیم. بعد اینکه بحران‌های زندگیمون که برای همه ما به طور دائم پیش میاد، بتونیم این بحران‌های زندگی رو مدیریت بکنیم. از بحران‌ها نباید ترسید، باید باهاشون روبرو شد و خیلی وقتا از اونها استفاده کرد برای که آدم زندگی خودش رو یک مرحله بالا ببره.